سلام بچه‌ها، من دنی پینک پنم و خیلی خیلی خوش اومدیم به چنل دنی پینک پن فیفا. خب آقا، امروز قراره با هم دیگه بریم سراغ بررسی تیم هفته نهم که آنچنان تیم خفن و خوبی نیست، اما گرونترین بازیکن این فرم حال حاضر بازی رو داره و تا مدت ها میشه گفت گرونترین باقی میمونه و کلن میشه گفتش که به خاطر این بازیکن هفته جذابیه. بریم با هم دیگه تیم رو بررسی بکنیم. اول از سیلور استار شروع میکنیم، بعد تیم اصلی رو میبینیم و بعد در آخر یکی دو تا هم پک داریم که باز میکنیم. پس حتما حتما تا آخر ویدیو رو نگاه بکنید، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم ببینیم چه خبره. خب آقا، قبل اینکه بریم سراغ تیم اصلی، میریم سراغ ابجکتیوا و سیلور استار این هفته رو بهتون نشون میدم که سیلور استار متفاوت جالبیه. گوردون از اورتون لیگ برتر انگلیس که کارت جذابیه واقعا، چون پیس خیلی خوبی داره، شوت و پاسش هم نسبتا اوکیه و دریبلینگ 90 داره و از اونجایی هم که کارت آدیداسه آپگرید میشه و دریبلینگش استاتیه که میتونه تا 99 بره و کلن سیلور استار جالبیه دیگه. از پرومو آدیداس بگیرید یه گوشه باشگاهتون باشه. ما راجع به ایونت آدیداس اشتباه میکردیم. من توی ویدیویی که ایونت رو بررسی کردم گفتم که استات بازیکن ها میره بالا توی آپگریدایی که میشه، چون دو تا آپگرید هستش، دیما و اردیبهشت. گفتم که استتا میره بالا ولی اوورال کلی بازیکن تغییر نمیکنه، ولی اشتباه میکردم. هر دفعه که استتا میره بالا و آپگرید میشه بازیکنه، یه دونه به اوورال کلی بازیکنه اضافه میشه. به خاطر همین گوردون 72 و توی دیما که آپگرید میشه و دریبلینگش میشه 95، بقیه استتش هم به علاوه 1 میشه، اوورال کلیش هم میشه 73 و وقتی که آپگرید آخر رو بگیره و دریبلینگش 99 بشه، اوورال کلیش هم میشه 74. پس اینو در نظر بگیرید که سیلور استارا همیشه 74 هم و اگه 74 نبودن یعنی بعد آپگرید میشن 74. و اینم راجع به سیلور استار این هفته بودش که چالنجش هم مثل هر هفته است و کلا کارت جذابیه، بگیرید یه گوشه کلابتون باشه دیگه بعد اینکه آپگرید بشه. به نظر من خیلی کارت فانیه و قیافش هم اسکن شده نیستش و کلا بازیکن جذابی بودش. CS هم هستش علاوه ویک فوت و اسکیل موف، که خب این گزینه خوبی نیست و نکته منفیه تقریبا. و بریم سراغ تیم اصلی که تیم جالبیه. اینم از تیم هفته نهم بازی که لحاظ اوورال و ریت بازیکن‌ها نسبت به تیم هفته قبلی خیلی پایینه و تقریبا میشه گفتش تیم خوبی نیست و فقط و فقط یه امباپه داره، یعنی هیچ چیز دیگه‌ای نداره و ریت پیک‌های این هفته هم میشه گفت مزخرفن. ولی خب شانس دیگه، اگه هر کی امباپه بزنه ترکونده، چون امباپه گرونترین بازیکن حال حاضر توی این فرماست. الان تقریبا بالای 3 میله، حالا ممکنه که ریزش قیمت داشته باشه ولی خب بالای 3 میله در حال حاضر و کارتش هم که کارت خیلی جذابیه. همیشه بازیکن خفنا رو می‌ذاشتیم آخر، ولی الان می‌خوایم راجع به امباپه اول حرف بزنیم بعد بقیه تیمو ببینیم که واقعا کارتش خوبه. یعنی همون امباپه گلده که یکی از بهترین و اند گیم ترین بازیکن‌های بازیه، مثبت 1 شده و دیگه خودتون در نظر بگیرین دیگه، عالیه واقعا کارتش خیلی خوبه و اند گیمه. یعنی اگه اینو داشته باشین آن تریدبل تو کلابتون، خیالتون بابت یه مهاجمتون تا روز آخر فیفا تقریبا راحته، مگر اینکه بعدن سفید باشین خود امباپه مثلا توتی بگیرید یا توتسشو بگیرید بعدن. ولی راحت میشه گفتش تا چندین ماه تیمتون رو ساپورت میکنه و خیلی خیلی خوبه و ریت پیکش یکی بهترین و خفن‌ترین ریت پیکای کل فیفا امساله و واقعا خفنه. هر چی بگم که هم گفتم و خیلی خوبه اگر هر کی بگیرتش. و غیر از امباپه تیم جذاب نیست، ولی یه سری کارتای جالب داره که حالا از پایین شروع میکنیم راجع به اونا صحبت میکنیم. بازیکنه اینجا که کلا هیچی، فقط این کارتای کوچولو جذابه، ولی ویک فوت 2 داره و بازیکن خیلی قد بلندی هم و استاتش جالبه، چون فیزیک خیلی بالایی داره و پیس خیلی بالایی هم داره، جالبه کلا بازیکنش. ولی خب علاوه اوورال و بقیه استاتاش کارت جالبی نیستش. لیگ فرانسه هم هستش، علاوه لینک خوبه ولی خب ملیت لوکسامبورگ داره. کلا کارت جالب بود، این نکته رو بگم داش یادم میرفت. کل این بازیکنایی که اینجا میبینید به خاطر اینکه فیفا دی بود و بازیای باشگاهی نبوده، به خاطر گل زدن، هتریک کردن، پاس گل دادن و کلا خوب بازی کردن توی تیمای ملیشون به اینجا رسیدن و هیچ کدوم به باشگاهاشون این هفته ربط نداشته. و میرسیم به ساکالا که کارت خوبیه، ویک فوت 2 اسکیل 3 داره که کارتو خراب میکنه یه جورایی، ولی استاتش استات خوبیه، لحاظ شوت و پیس خوبه به عنوان بازیکن تعویضی و اینا هم که بازیکن خوبی نیستن. میرسیم به کورنتی که کارت رول بریکرزش به عنوان دفاع چپ بهترین دفاع چپ پریمیره تقریبا، یکی از بهترین هاست
ولی این کارتش دفاع چپ نیست، وینگر چپه و استات خوبی هم داره، یعنی دریبل خوب داره، شوت خوب داره، پیس خوب داره و کلا کارت جالبیه. استامینای 98ش هم جذابه و کارت خوبیه کلا. میگم اسکیل مووش فقط پایینه، وگرنه علاوه بقیه استاتاش کارت خوبیه. و ایشونو داریم، زابوتلای یا همچین چیزی که اصلا اسمش زیاد اهمیت نداره، 4-4 و استاتش هم بد نیست، ولی خب گزینه‌های خیلی بهتر و ارزونتر و منطقی تری نسبت به این بازیکن هستن و با توجه به متای بازی بالانس 65 که داره کلا خرابش میکنه و بازیکن خوبی نیستش. اسمش هم واقعا نمیدونم تلفظش چیه، میدونید تو کامنت ها بنویسید. میرسیم به یلماز که جزو بازیکنایی که ریال لایف واقعا مهاجم خوبی و این فرم و اسپیشیال کلا زیاد میگیره، پارسال هم زیاد گرفته ولی قابل بازی نیست به خاطر شرایط فیزیکی و قد بلند و اسکیل موو 3 که داره و بالانس 51ش قابل بازی نیست، ولی کارتش کارت جذابی علاوه استاتی و خیلی هم خرج شده. میرسیم به دودا که اونم به عنوان CAM علاوه پیس و شوت و همه چیز ضعف داره و کلا کارت خوبی نیستش، لیگ آلمانه و نکته جذابی نداره کارتش. نفر بعدی هم دوباره یه هافک کاناداییه که نکته جذاب خاصی نداره بخوایم راجعش صحبت بکنیم. و نفر بعدی تقریبا کارت جالبیه، دفاع وسطیه که پیس 80 داره و از بوندسلیگاه و خوبه، قد بلندی داره و کلا دفاع جالبیه، ولی انقدر دفاع پیس بالای اوپی خوب ارزون بوندسلیگا داره که این کارت اصلا به چشم نمیادش، به خاطر همین جذاب نیست، ولی کلن استت کارتش جالبه. و متو رایان هم داریم، متو بود اسمش، آره متو رایانه که خوبه دیگه. کلن نظری راجب دروازه‌بانو ندارم، از لالیگا هم هستش چون تا سال پیش توی لیگ انگلیس و برایتون بودش، ولی خب الان سوسیداده و این هم کارت ناشبدیه. میرسیم به امی مارتینز، امیلیانو مارتینز آرژانتین که ریال لایف واقعا در روزبان خوبیه، کارتش تو فیفا هم امسال فوق‌العاده بود کارت 84ش، پس این کارت هم یکی از در روزبان خوب پریمیره و خوبه، به عنوان رید پیک میتونه گزینه جالبی باشه واسه تیمای پریمیر. نفر بعدی ایشونه، به عنوان دفاع راست نه پیس درست داره، نه دریبل درست داره و نه پاس درست داره که بخواد نفوذ کنه و کلا کارت جالبی نداره. نفر بعدی ایوانس، جان ایوانس که به عنوان دفاع وسط پیس 57 داره. یعنی چی؟ یعنی بریم بازیکن بعدی. بازیکن بعدی ملز، خواکی مله که بازیکن برگامو کالچیو یا همون آتالانتا خوبه، به عنوان دفاع چپ کنم تقریبا میشه گفت الان بهترین دفاع چپ حالا حاضر سری آ میتونه باشه، البته که کارت گولد اسپیناتزولا هستش، لینک های بهتری هم داره، ولی این کارت هم جذابه دیگه، پیسش یه دونه از اسپیناتزولا بالاتره، ولی در کل اینا واسه بودجه پایینن، اگه بودجهتون متوسط رو به بالای کلا یه تو هرناندز بگیرین تمومه دیگه، اصلا نیازی به این بازیکن نداری. و میرسیم به هافمن، مارک در و پنجره بوده یه چیزی نکنم، و مثل اینکه فیوچر تیم اف که این هفته است که کارت به شدت به درد نخور، یه پیس پایین و استت جالبی نداره که بخوایم جذبش بشیم، و واقعا هیچ کدوم از بازیکنایی که تا الان دیدیم هیچ قیمت خاصی ندارن و بازیکن خوبی نبودن. و میرسیم به بازیکن بعدی، زامبو انگویسا که این کارت جذابی اتفاقا به عنوان یه هافبک از تیم ناپولی، لینکای خوبی داره و استت جالبی داره، یعنی همجوری که میبینید تقریبا گولیت گنگ ماننده، یعنی پیس خوبی داره، بالای 80، فیزیک بالای 80، دریبل بالای 80، دیفندینگ خوبی داره، پاس و شوت و ایناش هم اوکیه، به نظر من هافک جالبیه، ولی خب کسیه هستش، بارلا هستش و خیلی بازیکنای بهتر هستن توی همون سری آ، ولی در کل نسبت به کارتای مزخرفی که تا الان دیدیم کارت جالب و قابل بازی زامبو انگویسا و میتونه جذاب باشه. بازیکن بعدی شکیریه که کسایی که اس پی سی وانسوواچ شکیری رو گرفته بودن الان آپگرید شده، ولی خب بعید میدونم کسی اس پی سی رو گرفته باشه، چون با اینکه آپگرید شده به درد نخوره همچنان و کارت جالبی نیست انصافاً. اگه یه کوچولو پیسش بالاتر بودش میتونستیم روش حساب بکنیم، چون اجیلیتی بالانس خیلی جالبی داره و کلا بازیکن خوبیه شکیری، ولی به خاطر شرایطی که داره کلا به درد نمیخوره، ولی خب اسکیل موو 5 و ویک 4 داره، اینم در نظر بگیریم که لازم اسکیل و اینا بازیکن خوبیه، فقط ای کاش یه کوچولو پیسش بالاتر بودش.
و نفر بعدی هم باردهیه، باردهی یا همچین چیزی، که پیس 79 که داره و خوب نیست، به عنوان هافک لالیگایی به نظرم گزینه‌های بهتر ازش هستن، ولی بدم نیستش. 4-4 و استاتش نات بده به عنوان هافک و میتونه جذاب باشه. در نفر بعدی ساره که کارت خوبی داره، اولین تیم آف دویکی که امسال گرفت کنم همه هفته اول یا هفته دوم بود که کارتش جذاب بود اونجا، و اینجا هم کارتش جذابه. اسکیل مووش 4 و ویک فوتش هم طبق معمول همون 2، ولی در کل استات خوبی داره و میتونه واسه تون مثل سگ بدوه دیگه، یعنی کلا بذارینش وینگر راست و پاس تو عمق بدو یه کاری میکنه دیگه بالاخره تا جلو بره. کلا به عنوان وینگر کارت جذابیه سار، ولی خب قیمت نداره. و میرسیم به هری کینی که لایق این اینفورمه بودش، توی بازی های ملی که واسه انگلیس داشتش تو این 2 هفته خیلی خوب گل زد و خیلی خوب بازی کردش، ولی خب کارتش به عنوان کارت فیفایی به درد نخوره و گیم پلی نداره، یعنی اجریتی بالانس خوبی نداره، پیس خوبی نداره، و تنها نکته مثبتی که داره ویک فوت 5شه و یعنی هیچ چیز دیگه نداره و شوت خیلی والا، شوتینگ 92 که داره، یعنی بذارینش یه گوشه بدون اینکه بدوه یا حرکت خاصی بکنه پاس بدین شوت بزنه، همین دیگه، بیشتر از این نباید ازش انتظار داشته باشین. و کلا تا الان همه بازیکن‌های این تیم قیمت پایینی دارن، آنچنان ارزش بالای علاوه ریت پیکا نداره این هفته و کلا تیم هفته خوبی نیستش، ولی خب امباپه همه چی رو عوض کرده دیگه، تنها بازیکن خوب و ارزشمند این هفته امباپه است. و نکته خیلی خیلی مهم و خیلی خیلی جالب اینه که تنها بازیکن فرانسوی این تیم فقط و فقط امباپه است، یعنی خبری از اورتون و نیمار نیست مثل هفته پیش که بخوایم ترول بشیم. این هفته موقعی که خواستم جوایز ویکند رو باز بکنم پرچم فرانسه داد تمومه، یعنی این نکته خیلی مثبتیه که من قبل اینکه تیم بیادش تو این فکر بودم که مطمئنن ای به خاطر اینکه دوباره اذیت بکنه یه بازیکن دیگه فرانسه میذاره، ولی نذاشته. و جالبه دیگه کلا اگه این هفته پرچم فرانسه دیدین دبلیو، و امیدوارم که همتون یکی پرچم فرانسه رو ببینید و خودمونم بگیریم دیگه، با اینکه گلدشو داریم آنتریدم داریم، ولی خب آپگرید دیگه از هیچی بهتره به نظر من. و این بودش تیم هفته 9 که بریم یکی دوتا پکی که داریم هم باز بکنیم ببینیم که توی روز اول تیم هفته 9 شانسمون چجوریه. خب پکایی که داریم یه دونه این پکه، اسمال ریر گولد پلیرز پک، که پک نات بدیه، یه دونه اوورال بالای 82 هم توش داره و به نظر که کارت جذابی میادش. و اینجا هم یه پک مثبت 82 پاسینگ داریم که کارت امباپه که الان بهتونشون دادم پاسینگش دقیقا 82، یعنی تو این پکه میتونه امباپه باشه، یعنی همین یه بازی کنه همون یه دونه امباپه باشه و کلا جذاب دیگه. حالا این دوتا رو داریم، طبق روال هر هفته دوتا پک رو بزنیم، بریم واسه اسمال ریر گولد پلیرز پک که نمیدونم پک خوبیه یا خوب نیستش، این چجوریه. مثل اینکه پک خوبی نبودش، انگلیس LWB و بعد چیلول مثبت 82 زده بودش و دقیقا هم 82 رو داد دیگه، چیلول رو داد و دو تا هم 82 داره، هرموسو چیلول و اسماعیلی نات بد. خب مثبت 82 پاسینگ هم بزنیم که ببینیم پکلاکمون اینجا چجوریه. انصافا پک اوپی این، یعنی میتونه بازیکن خوب بده، پس بزنیمش ببینیم چجوریه. و آها واک اوت ایتالیا کیه؟ سی ام بارلا، نه فراتی بارلا رو چرا گفتم آقا، دبلیو انصافا که نات بد. از اونجایی که ما همه بازیکنه پاریس سن ژرمن رو امسال پک کردیم تقریبا، وراتی هم به اون بازیکنایی که پک کردیم اضافه شد دیگه، یعنی الان فقط تنها بازیکنایی که پک نکردیم به نظرم مسی و نیمارن. دیماریا زدیم، وراتی زدیم، امباپه زدیم، همه رو زدیم و وراتی گرفتیم، خوب بود. خدا وکیلی پک مثبت 82 پاسینگ رو ببندیم، خیلی خوبه. و خودم هم توی استریم آینده واسهتون فکر کنم یه تعداد خیلی زیادی از این پکه ببندم و تو استریم باز بکنیم ببینیم که اونجا پک لاک چجوریه. و دبلیو بازیکن از پاریس سن ژرمن گرفتیم، ولی خب امباپه نبود. و اینم از این، اینم از تیم هفته 9. امیدوارم که ویدیو راضی باشین و دیگه اینجا بیشتر از اینم حرف دیگه نمیمونه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و مرسی از اینکه ویدیو رو کامل نگاه کردین. اسم من دنی پینگ پن و تا ویدیو بعد فعلا.